بریم. با درود بسیار، خیال میکنم که موسیقی محلی ما بهترین موسیقی سرزمین عزیز ماست. موسیقی که در شمال، در جنوب، در شرق، در غرب ایران به گوش میرسه و از قلب مردم بیرون میاد. موسیقی محلی. یک نکته جالب در این موسیقی هست که برای من بسیار جالب بوده. لیلا، اسم لیلا در بسیاری از این ترانه‌های محلی هست. نمیدونم چرا فقط کلمه لیلا هست، اسم لیلا هست، اسم دیگه‌ای چرا نیست؟ شاید لیلا مظهر عشق، مظهر محبت. به هر حال کلمه لیلا رو بارها به گوش ما خورده در آهنگ‌ها، در نمایش‌ها. به هر حال لیلا رو خیلی‌ها دوست دارن. اسم خیلی هم لیلاست. گفتم شاید لیلا سمبوله، اما امروز مهمان یک لیلای واقعی هستم. لیلایی که همه میشناسیدش، لیلایی که بله هنرمنده. با ما باشید. نهار مهمان فریبا خانم عزیز، قربان شما. مرسی. خیلی وقتی ندیدیمتون. کجا خواهش... نایکنم ای بابا، گرفتاری مگر به همین سالگی میشه کار انجام داد؟ خواهش میکنم. به به بفرمایید. خواهش میکنم. لیلا کجاست؟ لیلا داره حاضر میشه، 5 دقیقه دیگه میاد خدمت. بعد لیلا خودش قشنگ هست، همیشه باید خودش رو زیباتر هم بکنه. خواهش میکنم. چای براتون بیارم؟ محبت میکنیم، محبت میکنیم. خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید. دروغ میگم، آدم ها خیلی بد شدن، آدم ها بی وفایی رو این روز خوب بلد شدن، اما من و تو میدونم همیشه ما هم میمونیم. من به تو ثابت میکنم ما میتونیم، ما میتونیم. الان لیلا دیگه این شنو حاضر میشه میاد خدمت. خب فریبا خانم عزیز، قبل از اینکه لیلا بیاد میخوام ازت یه سوال بکنم که شاید برای من که نه، برای خیلی ها جالب باشه. خواهش میکنم. در فامیل شما کسی هست که هنرمند نباشه؟ کم، خیلی کم. اکثرا هنری دارن، حالا بازیگری، ساز، صدا، و خوشبختانه این شانس رو ما آوردیم دیگه. بله، پدرتون زنده یاد فروهر یکی از بهترین بازیگران سینما و تئاتر بود که سابقه بسیار داشت و در سریال اختاپوس ما با خود ما بازی میکرد. یادش گرامی. برادر کوچیک شما، برادرتون، در نمایشنامه محاکمه ایرج میرزا با من بازی میکرد. یادش گرامی. باد. متاسفانه کامیرم از دست دادیم. ای بابا، ای بابا. خب دیگه کیا بودن در فامیل شما؟ من همونطور که گفتین پدر و مادر و شوهرخاله و یه خاله دیگه دارم که حتما میشناسین شما، ژاله فرهزاده. بله، در وزارت فرهنگ هنر. بله، که صدای بسیار خوبی داشت و داره. الان در آلمان زندگی میکنه. ایشون هم از هنرمنده اون زمان بودن که یه کلاسی بود اگه یادتون باشه آقای حنانه درست کرده بودن در رادیو. بله. و فکر میکنم آقای شجریان بودن، آقای هوشمند عقیلی در اون کلاس بودن. خاله منم یکی از کسانی بود که اون دوره رو دید و بعدم به کارش ادامه داد. پسر خاله دارم، پسر همین آقای همایون عزیز که میشناسین شما. ایشون هم هنرمند است در ایران. یعنی همایون بازیگر که فیلم توپولی رو بازی, بازی کردن که شوهر خاله من میشن. حالا با خاله من در اصفهان آشنا شدن، چون خاله منم خدا بیامرزدشون مهری عزیز که در تئاتر با مادر پدرم بودن اونجا بازی میکردن، با آقای همایون آشنا میشن و وقتی به تهران مادر پدرم موو میکنن میان با خالم ازدواج میکنن در تهران. مامان و بابام حتی در تئاتر با هم آشنا میشن.
دیگه حتی واقعا آقای کاردان پسرای خالم، پسر داییم همشون یکی پیانو میزنه، یه دایی دارم بسیار ضرب و خوب مینوازه که استادانه انجام میده، پسر خالم همینطور، دختر خاله هم همه صدا دارن در حد بسیار عالی و خدا رو شکر این شانس الهی رو خدا به خانواده ما داده که هر کدوم گوشه ای از یه قسمتی از هنر بلد باشن. خب پس همه هنرمندن. حالا آمدیم منظر یک هنرمند، خانم لیلای عزیز. لیلا خانم دیگه آو مثل این که دارم بله الان دارم میام خدمتون. به به سلام آقای کاردان. لیلا خانم عزیز خیلی خوش آمدین. پارسال دوست، امسال آشنا. بله اگه اجازه بدین من برم میز غذا رو آماده کنم تا شما بالا بفرمایید. بفرمایید. میشه برات قربونت برم. این خواهر برای شما خیلی زحمت میکشه. خیلی نازنینه واقعا. خب خیلی خوش آمدین پس از سالها. مرسی داشتم اینا رو میدیدم. بله. بالشات چجوری شده عکس شما اومده این رو؟ اینا طرفدارای من از ایران. خب اینا رو پرینت میکنن رو اینا. خب برام درست کردن آوردن. منم گذاشتم همه رو تو کنه. از ایران؟ بله از ایران. مثلا برای کنسرت ها که میان اینا رو برام میارن. خیلی کار. لیلا جان چند روز پیش داشتم رو اینترنت نگاه میکردم به فیلم های قدیمی، فیلم هایی که سالهای پیش ساخته شده. بله. در یه فیلمی بازی کردی که فکر کنم 4 سالت بوده، 5 سالت بوده، چی بود؟ چند سالت بوده اون فیلم رو بازی کردی؟ کدوم فیلم بوده آخر؟ که با فردین بود. آها سلطان قلب ها. یه نکته خیلی جالب، من اون فیلمو 6 سالم بود که شروع کردیم به فیلم برداری، ولی آقای فردین بعد از اینکه بازی منو دید صحنه اول آخر فیلمو گرفتن که خب. من آقای فردین رو میبینم و میفهمم پدرمه. اونجا اگه توجه کنی من خیلی کوچولو ام. بعد اینا تصمیم گرفتن آقای فردین که نقش منو طولانی تر کنن. خب برای همین مجبور بودن که بنویسن داستان از اول. این یه مقداری وقفه افتاد بینش 5-6 ماه. بعد دیگه صحنه های اول فیلم من بزرگ مثلا 7 ساله بودم دیگه. اون موقع مثلا 6 سال 6 سال و نیم بود. و خیلی جالبه که تو دو تا سن مختلف فیلم بازی کردن. ببین اون موقع ها که صدا رو سر صحنه نمی گرفتن، یعنی اون آهنگی که تو اون فیلم خوندی قبلا خونده بودی؟ نه اون آهنگ میدونی از ساختای آقای انشربان روحانی عزیز. خیلی هم ایشون دلشون می‌خواست که من بخونم چون خودم هنرمند این فیلم بودم. درست همون زمان من اوریون گرفته بودم. خب. دیدین که گلو خیلی بله. برم میکنه و صدا. دو سه بارم به اتفاق آقای روحانی رفتیم استودیو ولی نشد متاسفانه. بعد خانم بلای عزیز، آلیس و بلا که نسبتی هم با آقای ویگن خدا بله. رحمتشون کنه داشتن، ایشون خوندن که خیلی هم صداشون رو چهره من نشسته که همه فکر میکنن خود من هستم، ولی تو اون فیلم من نخوندم، ولی تو فیلم های دیگه هم خوندم. تو فیلم های فیلم هایی که بچه بودم. اصولا چند تا فیلم بازی کردی؟ من زمان که ایران زمان کودکیم نزدیک 47-8 تا فیلم بازی کردم. 47-8 تا فیلم؟ سالی 5-6 تا فیلم بازی میکردم حداقل و همیشه فعال بودم. از چه موقع به عنوان یک خواننده به قول ماها حرفه‌ای، یعنی که خواننده‌ای که امروز جزو خوانندگان حرفه‌ای انگشت شماری هستی که در خارج از کشور هست، از چه سالی شروع کردی؟ یعنی من چند سالت بود؟ من 14 سالم بود که اولین آلبومم رو شروع کردم، ولی خب یک سالی طول کشید که به روی صحنه اومدم و تا آهنگ آماده بشه و ویدیوهاش آماده بشه اینا یه مقداری طول کشید و با آهنگسازا و شعرهای خیلی بزرگ ایرانی مثل آقای واروژان خدا رحمتشون کنه، آقای شهریار قنبری، آقای جنتی عطایی، آقای بابک بیات، هنرمندای واقعا نامی موزیک ما. شانس اینه داشتم که با اونا شروع کردم کارم رو. خب بعد آقای پرویز مقصدی، آقای اردلان سرفراز، آدم یادش میره. بله بله اینا همه جزء چهره‌های بسیار معروف و خوب موسیقی ایران هستن. این اواخر یک دفعه دیدم که خیلی مجذوب مولانا شدی. بله. خب و میدونم که برنامه بسیار جالب و موفقی هم داشتی که اشعار مولانا. چطور شد یک دفعه مسیر رو عوض کردی آمدی طرف مولانا؟ ببینید این مسئله یک دفعه نبود. شما خودتون یادتونه تو اولین برنامه هایی که ما با هم داشتیم در لس آنجلس که تلویزیون داشتیم، شما من و فریبام همکاری میکردیم برنامه های شهر فرنگ.
چقدر مورد توجه قرار گرفت. آهنگ ساقی رو اگه یادتون باشه من تو اون برنامه خوندم، چند سال پیش بود واقعا 24-5 سال پیش بود. این آهنگا رو من در فرانسه ضبط کرده بودم، آقای محمد شمس آهنگا رو ساختن و شعرش از مولانا بود ساقی. من خب از وقتی که ایران بعد از انقلاب خیلی علاقه‌مند شده بودم به موسیقی کلاسیک خودمون و چند سال دوره دیدم، ستار می‌زدم، دستگاه‌های ایرانی رو کار کردم. خب به این شعرهای بزرگ ایرانی خب خیلی علاقه‌مند بودم و کار کردم زیاد روی شعرها. و وقتی که اومدم ایران حتی یه آلبوم آماده داشتم با خودم که آقای عماد‌رام خدا رحمتشون کنه و آقای محمد شمس همه این کارا رو ساخته بودن که تو این کمپانیا گفتن این به درد نمیخوره و الان نباید اینو بخونی، باید چون تو خواننده پاپ میوزیک بودی همونو دنبال کنی. به خاطر همین من متاسفانه اون نوار رو گذاشتم یه گوشه و فقط همون ساقی رو توی آلبومم جای دادم. یادم ساقی. بله. پس این خیلی از زمان گذشته بوده، منتها فرصتش پیش نیامده بوده و من چون از خیلی تینیجری عاشق این موسیقی بودم ولی نشده بود. و مسئله اینجاست که من همیشه دلم میخواسته که تنوع توی کارم باشه. مثلا یه آلبوم با آقای انوشیروان روحانی خوندم، بله. یک آلبوم با آقای سیاوش قمیشی کار کردم، یک آلبوم با آقای رامین زمانی، یک آلبوم با آقای شوبرت آواکیان، با شعرهای بزرگ ایرانی، آقای شهریار قنبلی، خانم مریم حیدرزاده، همه اینا که به هر حال مطرح بودن در موسیقی ما، من سعی کردم که یک آلبوم زدم Planet of Harmony که با اکسنت های مختلف مال مثلا کردستان بود، مال لهجه های مختلف و به زبان های مختلف، انگلیسی، ایتالیایی، یونانی، اینا رو خوندم. من همیشه دوست داشتم که کارهای متفاوت بکنم و اینم جزء یکی از همون کارهایی بود که سالها بود که دلم میخواست این کارو انجام بدم و الان فرصتش پیش اومد برای من. بفرمایید. نه حاضر. تهوه خیلی ممنون، مزاحمتون شدیم. بفرمایید. خواهش میکنم، خواهش میکنم. مرسی، قربون شما. به به استیخان عزیز، آقا سراغتو گرفتم، مادر زن دوستت داره، درست سر قضا اومدی. بفرمایید. 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 خواهش. به 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 به. ای بابا، مثل اینکه 40-50 نفر دیگه هم قراره بیان. خب این به اندازه اون 14 سالی که ما شما رو ندیدیم هم اندازه قضا. بسیار عالی. همیشه دست پخت لیلا و فریبا بهترین بوده. میدونه تو برم لطف داری دست خود خانم خودتون که پرفکته. خواهش میکنم قربان شما، داشتم خالی امروز. قربان شما برم. مرسی. یک کمی هم آب. نه نه آب آب آب. خود کوکاکولا یک فیلم ساخته که کوکا پر قنده. چه خواسته ما بعد. مرسی مرسی، ممنون از لطف. آب با لیمو هم توش باشه بسیار مخصوصا برای ما که شیرازی هستیم. بله ها، لیمو بهتره. شما هم شیرازی هستیم. بله ما هم شیرازی هستیم. بله هاوالو هاوالو هاوالو. خب ماشاءالله آدم نمیدونه از کدوم شروع کنه. من مسئول جواب کنم. سبزی پلو میذاری یا برنج؟ یه کمی سبزی پلو، نه اون چنان که چاقمون بکنه مجبور بشیم رژیم بگیریم. سبزی پلو لیلا چاقمون بکنه چاقمون بس بخوری لیلا دیگه. خب و یه تیکه برای من کوکو هم میدین، برای اینکه کوکو و بعد به به ماهی 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 سفیده. آقای فرانه ماهی سفید، اصلا ما ایرانی ها اهل ماهی سفیدیم. بله. اینجا که اومدیم ماهی های دیگه همچین واقعا همیشه ما ماهی سفید فقط بود. بله ماهی سفید. بفرمید. خواهش مواظب تیغش باشیم. مواظب تیغش هستم. بله بله بله. لیمو میخوای جو خوردن؟ حتما بدون لیمو. مرسی ممنونم از لطف و محبت. آره لیمو. ببین این لیمو کوچولوها رو از مکزیک میارن نه؟ بله جون کردن. آره از مکزیک میارن. اکثر حتی خیار ایرانی هم تو مکزیک مشهدم برسا تو مثلا مزرعه‌ای هست که میکارن بعد میارن داخل آمریکا پخش میکنن. و من خیال میکنم که ما ایرانی ها چند تا چیز رو به این آمریکایی‌ها شناسوندیم. بله. انار ما الان ببین چقدر محبوب شده. بله. تو فروشگاه ها توی مثلا کاسکو دون کردش و آماده گذاشتن میفروشن. آماده هست اونجا. بله. دیگه خیار ما، خیار قلم، خیار کوچولو ها که می نویسن روش پرشن کیوکمبر. برای که سبزی خوردن؟ سبزی خوردن نه، نون لواش. نون لواش هم به اینا. بله. یاد دادیم که چه کار بکنن.
خب با عزتون ببخشید من چون بفهم. نه از من ترشی نمیخورم. نه مرسی، تشکر از لطفتون. مرسی مرسی، ممنون از لطف و محبتتون و واقعا ممنون محبتتون هستم. پذیرایتون رو در کس کار کردیم. خب بفرمایید، من شروع میکنم چون یک کمک سنم از شما به راحتی نمیشد از نهار دلچسب و متنوع خانه لیلا دل کند، اما میهمان بودن در خانه یک هنرمند بدون گوش کردن به صدای او کامل نمیشد. براو براو، خیلی قشنگ بود. خب لیلا جان، چطور شد که شما از لس آنجلس خارج شدی، اومدی مقیم اورنج کانتی شدی؟ خب من به خاطر استی شوهرم منزلش اینجا بود. استی جان اینجا زندگی میکردن سالها و منم خودم اصلا خیلی دلم میخواست که بیام این طرف زندگی کنم، چون خیلی فامیلی استایل و میدونین خیلی زندگی خانوادگیه و شلوغ پلوغی اونورو زیاد نداره. خب اونجا شهره. بله. یعنی اینجام شهره. اینجام شهره، ولی اون شلوغی شهر رو داره به هر حال. اینجا ماشاءالله محیط بسیار خیلی بابا معروفه، مثلا خب خاطر دیزنی لند. آره آره, آره, آره. شبیه اینجاست. خب جان کارو خواستم ازتون اجازه بگیرم. با اجازه یه قرار دارم، باید رفع زحمت کنم. قربونه تو برم، مرسی از چقدر سعادت بود زیارتتون. از ان شاءالله یه برنامه بزنیم با خانم، بیاین در خدمت باشیم. قربونه تو برم، مرسی، تشکر از لطفت، موفق و معید باشی. قربونه تو برم، شو شب میبینم دیگه. خداحافظ. خداحافظ، موفق باشی، موفق باشی. مرسی، قربونت، خواهش میکنم. بابا بابا بفرمایید بفرمایید بفرمایید. خجالت چای میخوای؟ من برم دسر حاضر کنم. خواهش میکنم. امروز که شما سرویس کامل دارید. چوری ندارم دیگه. قربونت برم. مرسی مرسی قربونتون. خب داشتی میگفتی؟ بله. گفتگوی من با لیلا به درازا کشید. هر دو خاطرات بسیار از گذشته داشتیم. و اما در گوشه و کنار خانه لیلا چیزهایی به چشم می‌خورد که آدمی را کنجکاو می‌کرد. یه چیزایی دیدم که دقیقاً نفهمیدم مسئله چیه. بله. این آجر برای چیه؟ این آجر ما یک فان ریزینگی داشتیم برای زلزله بم در رستوران کاسپیان که ریلیف اینترنشنال هم به ما خیلی کمک کردن. بعد این آجرها رو
هر کسی که خریداری میکرد یه دونشو به جاش یه خونه در بم میساختن بر زلزله زده بود. یعنی بانی اون خونه بود. بانی این خونه کسی بودی که کمک کرده. ز خاک من اگر گندم براید از آن گر نان پزی مستی فزاید. بله بسیار عالی. خیلی کار زیبایی بود. خب اون لوحه بزرگ مال چی؟ اون از طرف بنیاد نوروزه که این رو به من تقدیم کردن در آخرین کنسرتی که داشتم در 8 سپتامبر در UCLA. خب بله بسیار عالی. خب با صمد و دو لیلا ای بابا. خب این مال نمایش یک صمد و دو لیلاست در یکی از شهرهایی که اجرا داشتیم. این رو به ما کادو دادن، یه دونه به من، یه دونه به فریبا، یه دونه به آقای پرویز صیاد. آره آره که چاپ کردن توی بشقاب. بله توی بشقاب که غذا نمیخوریم که. گاهی آقا چرا؟ واقعا صمد آقا میگه بشقابه چینی بدین غذا به ما. خیلی قشنگه. نمایش خیلی قشنگی بود. من دیده بودم. بله بله. شما اومدین یادم میاد با بله بله بله. من یه عکس اونجا دیدم که دلم میخواد راجع به این عکس از شما صحبت کنم. بله. داشتم نگاه میکردم به این عکس. بله. خیال میکنم تاریخ سینمای ایرانه. بله زندیات فردین شما و خانم آذر شیوا. خانم آذر شیوا. خانم آذر شیوا پاریس مثل اینکه. بله پاریس. بله اتفاقا من اونجا دیدم خانم آذر شیوا رو. ببینم اون موقع شما چند سالتون بود؟ من اینجا 6 سالم بود. 6 سالت بود. بله این درست صحنه آخر فیلم بود که من آقای فردین رو میفهمم پدرمه و بغلش میکنم. خب این عکس رو از کجا آوردین؟ اینو خود کسی که این عکس رو گرفته از ایران برای من آوردن. خب هر چی که نگاه میکنم میبینم که آلبوم عکس است. شما چند تا عکس داری در این مدتی که فعالیت هنری کردی؟ ولی نمیتونم بشمارم، خیلی زیاده. خیلی زیاده. ببینین همین آلبومایی که طرفدارای من درست کردن برام خب. فرستادن. این آلبوم طرفدار شما. هر کدومش حداقل مثلا 500 600 تا عکسه. اگه بخوایم حساب کنیم نمیدونم واقعا دیگه خیلی زیاده، خیلی. تو این عکس شما چند سالت بوده؟ من 14 سال. 14 سال بوده. از همون موقع هم می‌خوره شیطنت از آره دودی که اینجا از بچگیام دیگه از فیلم‌ها همه. خب خب بله. خب داشتم نگاه می‌کردم به این تا این آلبوم. بله. خب که اینجا مال سال‌های پیشه. بله. که همینطور این عکس‌ها رو جمع کردم. خانم دیانا هستن با. بله. مادرم و من و پسر خانم دیانا هستن. خب اینا همینطور شما در کودکی. بله. لیلا جون تو الان برای آیندت چه نقشه ریختی؟ برای یعنی کار هنری؟ برای کار هنری فکر میکنی که همون کارهای مولانا رو میخوای دنبال بکنی یا دو مرتبه دنبال همون آهنگهای موزیک جاز و این حرفا میخوای بری؟ ببینید من اولا که تو این آلبوم فقط شعرهای مولانا نبوده. مال شعرهای دیگه مثل رهی معیری، فریدون مشیری، خانم سیمین بهبهانی. سیمین بهبهانی. سیمین بهبهانی عزیز. بله. خانم هیلا صدیقی و حافظ. بله. شعرهای خیلی از بزرگان ما بوده و من به هر حال این نوع موزیک رو خیلی دوست دارم، ولی خب گفتم این کار رو هم در کنار کارهایی که قبلا داشتم همه متفاوت بوده و سبکای مختلف اجرا کردم، این کار رو هم اجرا کردم و بله ادامه هم خواهم داد، همون پاپ میوزیک هم ادامه میدم و به هر حال خوشحالم که میتونم این کار انجام بدم. فکر میکنی که این کارهایی که انجام میدی روی موسیقی، روی اشعار کلاسیک ما مثل سیمین بهبهانی یا فریدون مشیری یا اینها میتونه محبوبیت پیدا بکنه بر کاری که احتمالاً درآمد تو هست؟ خب ببین این نوع موزیک طرفدار خودش رو داره و طرفدارش هم خیلی پرابا قرصن، چون کسی که موسیقی ناب ایرانی و شعر ناب ایرانی رو گوش میده براش یه کمی دلش میخواد که این کارها بیشتر بشه، چون مثلا خارج از کشور کمتر به این نوع موزیک میپردازن و بیشتر خب الان همه جای دنیا، البته تمام موسیقیایی هم که از ایران میاد اکثرش پاپ میوزیکه، میدونین اونم خیلی زیباست، منم مردم منو با اون موزیک میشناسن و طرفدار من شدن الان سالهاست. به هر حال اونو من ادامه خواهم داد و از لحاظ مالی اگه بخواین حساب کنین نه واقعا من این کارو برای دلم کردم، مثلا با هیچ چشم داشت مالی بهش نداشتم، کاری بوده که علاقه من بودم و انجام دادم و میگم یه طرفدار محدود خودش رو داره و
خیلی خوشحالم که به هر حال الان اونا هم یه گروهیشون طرفدار من شدن. من خیال میکنم لیلا جون که در طول تاریخ بارها گفتم تو برنامه ها به زن ایرانی خیلی ظلم شده، مخصوصا زنهایی که خواستن کار هنری انجام بدن. بله بله. البته باید این نکته رو بگم لیلای عزیز که در همین خارج از کشورم راهیابی به هنر همچی کار راحتی نیست. بله خیلی سخت. مثلا همین دوست مشترکمون خانم شهره آقداشلو که بازیگر بسیار خوبیست و با شما بودن در اون برنامه ویژه مولانا. بله. که اشعار مولانا به زبان انگلیسی میخونن و نوار From My Heart بسیار بسیار خوب بود. خیلی زحمت کشیدن شهره جون واقعا. راحت این مسیر رو طی نکرده. بله خیلی سختی کشیده. من بارها یک نکته ای رو گفتم که در این آمریکایی که ما هستیم مثلا اگر کسی بخواد پزشک بشه میتونه بره دانشکده پزشکی بعد بیاد محکمه باز کنه. حالا ممکنه پزشک خیلی معتبری بشه، پزشک معمولی بشه. بله. یا اگر بخواد وکیل بشه. ولی اگر کسی بخواد راهیابی به جامعه هنری پیدا بکنه بله. کاریز کارستان. خب بعد بک‌گراندش هم درست باشه دیگه. یعنی میدونم. به قول شما درست میگین. اگه حتی یه پزشکم که پزشکی خونده ممکنه به اون جایی که میخواد نرسه. درسته. بله ولی میتونه پزشک بشه. بله. ولی یه نفر که عاشق هنرپیشگی بخواد راه پیدا بکنه به هالیوود حتی اگر دانشکده بازیگری و کارگردانی هم رفته باشه به راحتی نمیتونه راه پیدا بکنه. خود آمریکایی‌ها میدونن چقدر هنرپیشای خوب خواننده‌های خوش صدا دارن ولی هم که بیان بخوان خودشونو معرفی کنن به مردم کار سختی و شهره آقاداشلو واقعا یه کار استثنایی کرده که تونسته آره. خودشو به دنیا با کار هنریش بشناسونه. واقعا خسته نباشی شهره. الان بسیاری از جوانان ما الان به سینما راه پیدا کردن. گاهی اوقات تصاویرشون میبینیم که در فیلم ها هستن و به هر بیمارستان بریم میریم مدیر بیمارستان ایرانیه پزشک ماشاءالله خرج و میریم پزشکای ایرانیه خیلی پزشک ایرانی داریم پزشک ایرانی وکیل ایرانی متخصص ایرانی اصولا ایرانی ها هنرمنداشون رو بهشون علاقمند هستن خب مخصوصا در خارج که آمدن به احترامی که جامعه آمریکایی به هنرمندا میگذاره رو اینام اثر گذاشته بر حال هست خب ای کاش یه روزم مملکت ما اینطوری بشه واقعا خیلی تورا باید بشه که فقط احترامی که قائلن برای هنر در کشور ما همینطوری بشه انقدر سرکوب نکنن هنر رو متاسفانه باقا. ببین یه فیلمی میاد در این آمریکا بزرگترین جایزه سینمایی دنیا رو میگیره یعنی کارگردانش آقای فرهادی این اسکار طلایی رو در آغوش میگیره چیزی که بسیاری از هنرمندان آمریکایی آرزو دارن بله بله. حتی کاندید بشن برای این موضوع بعد برمیگرده مملکتش بعد اصلا انگار نه انگار یه همچین افتخاری نصیبش شده دقیقاً به هر حال اینم سرنوشت ماست در این سالهای عمرمون راهی نیست ان شاء الله یه دفعه دیگه که به دنیا اومدیم ان شاء الله همه اینا باشه پس بشینیم با امید اینکه یک دفعه دیگه به دنیا بیایم آره الان که هیچ امیدی نیست واقعا ما هی نشستیم یه چیزی بشه اتفاقی بیفته واقعا همین مسئله آزادی واقعا برای خانم های ایرانی چقدر الان سخت زندگی کردنشون امیدوارم واقعا که حداقل در سال جدید این اتفاقا بیفته و خانم های ما همه ملت ایران اونجوری که دلشون میخواد زندگی کنن یعنی واقعا در زندگیشون آزادی داشته باشن فریدم به قول به قول اینها لیلا خانم عزیز اجازه بده که در این لحظات آخر که باید هممون خدافیزی کنیم تشکر ویژه‌ای داشته باشم از تو از اسی شوهر عزیزت که بسیار محبت کردن از فریبا خواهرت که همیشه مثل یک کوه پشت سر تو ایستاده و همیشه بهترین ها هست و محبتتون امروز اولا ناهار بسیار خوبی که محب زحمت کشته بودی و من دیدم موقعی که داشتیم آمدم دیدم که در آشپزخونه داشتین خورشت بادمجون رو چیزی ریختم رو لباسم خب حالا حواسم بود یه موقع نگیری خورشت آقای کاردان واقعا شما انقدر ارزش دارین برای من و خانواده‌ام به خود جلوی دوربین نمیگم شما میدونین همیشه من ارادت دارم به شما شما افتخاری هستین برای ملت ایران سالهای سال جوونی تمام لحظات زندگیتون رو با مردم گذاشتین روی صحنه بودین جلوی پرده سینما بودین اون سریال مراد برقی که تمام شهر تعطیل میشد وقتی مراد برقی میخواستن نمایش بدن
و این افتخاری بود برای من که امروز در خدمت شما نظر محبتتونه. ازت خدافظی میکنم و امیدوارم که روز به روز موفق‌تر بشی، همونطور که موفق هستی، و ما صدای گرم تو همیشه بشنویم که در هر خونه‌ای که میری، هر جا که میری، این صدای گرم تو هست. خیلی متشکرم. تشکر. قربونتون. مرسی. موفق باشی. خواهش می‌کنم. خدا.